بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدم بهتون نشون بدم که من چجوری ابرومو درست میکنم بالاخره. به خاطر اینکه اگه دقت کرده باشین معمولا تو ویدیوها من قسمت ابرو درست کردن یا تندش میکنم یا اصلا میذارم بره، به خاطر اینکه فکر میکنم هیچ کس اصلا حوصله نداره بشینه نگاه کنه. ولی امروز دیگه گفتم بشینم و یه دونه ویدیو جدا قشنگ براش درست کنم. ولی قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم و بریم سراغ آرایش، میخوام بهتون بگم که این ویدیو یک عدد اسپانسر داره. اونم چه اسپانسری. ببین، یه دونه اپلیکیشن هست به اسم پاشمارک. فکر میکنم شاید خیلیاتون که توی آمریکا زندگی میکنین اسمشو شنیده باشین و یا ازش استفاده کرده باشین. ولی این یه اپلیکیشنیه که شما میتونین برین توش چیزی اگر دارین، مثلا لباس، کفش، کیف، وسایل خونه، هر چیزی میتونه باشه که مثلا خیلی کم ازش استفاده کردین، هنوز توی شرایط خیلی خوبیه ولی فکر میکنین دیگه ازش استفاده نمیکنین و میتونین توی این اپلیکیشن بذارین و بفروشین. و همینطور هم اگر دنبال مثلا یه چیزی هستین که دیگه گیر نمیاد یا نمیدونم میخواین مثلا ارزون ترشو پیدا کنین، میتونین توی اون سایت بگردین. خیلی برندهای مختلفی هستن و خب انهزار نفرم هستن که دارن چیزایشون رو که نمیخوان و مثلا توی شرایط خوبیه میفروشن. من خودم به تازگی عضو شدم، مثلا چند تا چیزو گذاشتم و مثلا اگه کسی بخواد میتونه بره ببینه. اگر بریم تو اپلیکیشن سرچ کنین اسم منو صدف بیوتی، میتونین نگاه کنین ببینین مثلا چه چیزایی گذاشتم. ولی حالا فقط برای مثال یه چند تا از اونا رو آوردم که مثلا فقط بهتون نشون بدم. مثلا یکیش این دامنه که زیرش یه دونه مثلا شلوارک کوچولوی بامزه است. اینو من یه بارم استفاده نکردم، برای همین گفتم خب مثلا اینو میتونم بذارم اونجا. البته فکر نکنه حتما بعد چیزای نو بذارینا. مثلا این یکی یه پیرنیه که اگه یادتون باشه توی عروسی که رفتیم مکزیک پوشیدم، مثلا خب اینو یه دفعه استفاده کردم دیگه. براتون بگم یه دونه پیرن خوشگلی دیگه دارم، این دیگه اندازم نمیشه. وگرنه اینو اصلا دلم نمیومد ازش دل بکنم، ولی این چون اندازم نمیشه اینو من میتونم بذارم اونجا. خب این اینطوری یه وری بالاش خیلی بامزه است. اینو اگه یادتون باشه من یه دفعه رفتم توی پاریس با برج ایفل باش فقط عکس گرفتم، همون موقعش هم به زور رفت بالا. یه چیز دیگه هم که دارم، مثلا اینا همه به عنوان مثال ها، یه دونه ساعت آیکیاه که برای کارخونه خریده بودم که هیچ وقت متاسفانه استفاده نشد و همجوری تو بسته بندیش مونده. لینک دانلود اپلیکیشن هم میذارم توی دیسکریپشن باکس که اگه دوست داشتین برین دانلود کنین و دیگه خرید و فروش رو شروع کنین. خب آقا، از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. این ابروهای بیچاره معمولا که من میبینم توی آرایشا مظلوم واقع میشن، ولی امروز میخوام بهتون نشون بدم که من خودم چجوری ابرومو درست میکنم. حالا اینم بدونینا، ابرو درست کردن واسه هر صورتی که خب از نظر شکل و شمایل و شیپش فرق میکنه، ولی حتی از نظر استفاده مواد و لوازمی که مثلا هر پوستی احتیاج داره باز فرق داره و بستگی به اینم داره که موی ابروی شما چطوریه و ابروی شما چطوری خالیه. مثلا من خودم کسی ام که ابروم توش پره، میبینی اون قسمتی که مو داره پره، ولی مثلا بالا و پایینش شکلش خرابه، مثلا یه جاهایش بیخودی نداره، این زیرش مثلا سوراخه و این حرفا، ولی خود ابروم موهاش مثلا کلفت و ضخیمه و از یه جهاتی خوبه از یه جهاتی هم خوب نیست، به خاطر اینکه درست کردن اینجور ابروها سخت‌تره، خیلی سخت‌تر از اون ابروهاییه که موهاشون نازکه و قشنگ شما مثلا جای کار داری، این یه خورده جای کارش سخته. ولی حالا من امروز بهتون نشون میدم که من خودم ابرومو چطوری درست میکنم. اینم یادتون نره هیچ وقت که ابروها دو قلو نیستن، با هم خواهرن. همینجوری که هیچی توی صورت شما عین هم نیست، ابروها بیشتر از همه معمولا عین هم نیستن و اشکالی هم نداره. واسه ابرو درست کردن یکی دو تا نکته هست که باید بدونین. یک اینکه ابرو هم مثل مو خودش به صورت طبیعی یه سایه روشن و سایه تیره‌ای توش داره، واسه همین بهتره که فقط از یک رنگ استفاده نکنین، مثلا از دو تا رنگ استفاده کنین. اگر مداد می‌خرین دو تا رنگ مداد بخرین، یکی یه ذره روشن‌تر، یکی یه ذره تیره‌تر. مسئله بعدی اینه که اون مداد تیره‌ترتون هم حتی بعد یه ذره از ابروی خودتون روشن‌تر باشه، به خاطر اینکه شما اگه برین مثلا یه چیزی بگیرین رنگ ابروی خودتون، وقتی که میزنین روی پوست خودشو تیره‌تر از ابروتون نشون میده، ابروتون رو بیخودی تیره و کلفت می‌کنه و دیگه زیادی میشه توی صورتتون ابرو. ابرو باید متعادل باشه با صورت شما، نمیخواین زیادی پهن باشه، نمیخواین زیادی نازک باشه، نمیخواین موکتی باشه، نمیخواین نمیدونم اینجوری شیطونی باشه، یه چیزی باشه که به صورتتون بیاد، به رنگ موتونم بیاد. مثلا مو مشکی نباشه، ابرو خیلی روشن که یه اختلاف رنگی خیلی زیادی به وجود بیاد و زشت بشه. خب حالا من امروز کلن محصولاتی که خودم به نظرم خوبن و مورد تاییدم رو بهتون نشون میدم دیگه، حالا شما ببینین که کدوم در دسترستونه بیشتر، کدوم دوست دارین استفاده کنین و اینا. از نظر مداد اگر بخوام اول بگم، 3 تا مداد هست که من این 3 تا رو از بقیه مداد ابرویی که استفاده کردم تا حالا بیشتر دوست دارم. یکیش مداد فنتیه، یکیش مداد اربن دیکیه که یه مداد دو سره، یه سرش اینجوری حالت پن داره که مثل حالت خط چشمه،
اون یکی سرش باز مداد معمولیه، یه دونم این مداد بسام فتوحه که این رنگی که من میزنم رنگش هست شادو. خب فقط یه چیزی که راجع به این مداد اربندی که باید بدونین اینه که درسته که مثلا دو سره و در واقع باید اینا جفتشون یه رنگ باشن، ولی یه رنگ نیستن. سر پنش هم یه ذره قرمزیش بیشتر از سر مدادیشه، هم یه ذره روشن‌تره. الان من اینو زدم اینجا، پایینی پن است بالای مداده. در نتیجه اینم بدون اگه میخوام باز از اینام بگیرین احتمال مثلا دوتا باید بگیرین که رنگاش با هم فرق کنه، چون اونی که مثلا یه ذره از این روشن‌تره مدادش دیگه اون سمت پنش اصلا مثلا روی ابروی من هیچی اصلا خودشو نشون نمیده. واسه یه مثلا ژل ابرو یه چیزی هم که ابروتون رو شکلشو نگه داره، یکی این ژلای سیگماه که از نظر ژل ابرو این بهترین چیزیه که من تا حالا استفاده کردم، که رنگای مختلف هم داره، هم روشن داره، تیره داره، هم بیرنگ داره، که این که من امروز میخوام بزنم بیرنگشه. به اضافه یه چیزی که تو خونه همه پیدا میشه، اونم چیزی نیست جز صابون. این یه دونه لیمون کوچولوئه که من این صابونه رو گذاشتم توش به خاطر اینکه اینجوری نگهداریش راحت تره. شما یه دونه صابون شفاف توری از اون صابونایی که یه تیکه سفیدن یا مثلا ببینید کدوم‌ها رو میگم، از اونایی که رنگشون ماته از اونا استفاده نکنین بهتره. این صابونایی که شفافه بهتر کار میکنه واسه ابرو داشته باشین، میتونین به عنوان ژل ابرو ازش استفاده کنین، که حالا اینو احتمالاً شاید توی ویدیو دیگه بهتون نشون بدم که چطوریه. خب من چون از صابون خودم شخصا خیلی استفاده نمیکنم، بیشتر مثلا از ژل استفاده میکنم. اولین چیزی که شما احتیاج دارین یه دونه از این بیلبیلک هاست، که یا میتونین حالا اینا رو جدا برین بخرین، یا همین که اگر یه موقع ریملتون خوش میشه اون فرچشو نندازین دور، بشورینش نگه دارین برای این کار ازش استفاده کنین. چون شما میخواین ابرو درست کنین مدام باید با اینا هی شونه کنین، بدین بالا بدین پایین. خب من اصولا معمولا از مداد روشن‌تر استفاده میکنم، یکم به ابروم شکل بدم بعد میرم سراغ تیره تره. خب برای روشن‌ترم که از این مداد بسام فتو استفاده میکنم، این اسم رنگش هست شادو. خب اول نگاه میکنم ببینم که کجاش سوراخ سنبه داره، سعی میکنم یک ذره یک کوچولو پر کنم. بعد واسه ابرو شما هیچ وقت یه چیزی یه مدادی چیزی رو نمیگیرین اینجوری بکشین، سعی کنین بهش میگن به انگلیسی لایت هند، یعنی دستتون سبک باشه و به صورت اینجوری مومو بکشین، اینجوری بیپ 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 بکشین، اینطوری اینطوری رنگ نکنین توی ابروتونو. حالا من چرا از سایه استفاده نمی کنم؟ چون سایه هم برای خیلی از ابرو خوب میشه، اونم باز به خاطر اینه که من موی ابروم کلفته، سایه یا باید خیلی تیره باشه که تو ابروی من خوشو نشون بده که غیر طبیعی میشه، یا مگه روشن باشه که اصلا فایده نداره. سایه واسه کسایی خوبه که موی ابروشون نازکه. از این چیز کاسه یا هم هی چند وقت دفعه یه ذره استفاده میکنم، بعد آخر هیچ وقت نتونستم من با اونا ارتباط برقرار کنم، ولی بعضیا هستن که با اونا مثلا راحتن، ولی من مداد و فعلا به همه چیز ترجیح میدم. خب حالا یکم همینجوری شروع میکنم، خیلی حالت طبیعی که یه فقط حالت مثلا سایه طوری بیفته توی ابروم. بعد ابروهاتون اگر بتونین همزمان درست کنین با هم دیگه باز بهتره، چون یه جورایی روی مثلا برنامه میرین جلو، هر کاری که واسه اون یکی میکنین واسه این یکی هم میکنین. خب بعد یه جاهایی از ابرو هست واسه کسایی که موی ابروشون مثل من کلفته، که زیر ابرو شما هر چقدر اینو بکشین هی فقط این موها رو میبینی تکون میدین و این نمیذاره که برسین به پوستتون که بکشه، اینو بدین بالا. خب مو رو بالا نگه دارین، بعد زیرش قشنگ روی پوستتون خیلی راحت میتونین بکشین. بالای ابرو اینجوری نیست به خاطر اینکه ابرو خودش به صورت طبیعی دلش میخواد بره پایین، واسه همین دو دفعه که اینطوری کنین موها پایین وای میستن، شما میتونین کارتون بکنین، ولی برای پایین ابرو سخته. خب این یکی ابروی من باز پایینش بهتر از اونه. بعد من مثلا تاج ابروم خودش به صورت طبیعی ذره کجه، من سعی میکنم یکم صافش کنم ولی نه اینجوری قالبی بکنم جلوشو که دیگه خیلی غیر طبیعی بشه، یکم فقط مثلا در حد این که بتونم اصلاحش کنم. کلن تو آرایش به نظر من شما باید یه جایی دیگه رضایت بدین، یعنی اینو قبول کنین که قرار نیست مثلا یه اتفاق خیلی عجیب و خاص بیفته. واسه آرایش روزمره و حالا مثلا همینجوری دارم میگم و گیریم و عروس و این حرفا رو کار ندارم،
که مثلا میخوای همه چی پرفکت باشه، ولی واسه یه چیزی که مثلا آدم میخواد همش انجام بده خیلی اونقدر مرتب خشخاش نذارین که بدتر از اون طرفی دیگه همه چی خط خطی و مثلا چیز بشه. خب این الان حالا فعلا خوبه. ببینی چقدر ابروهای من در چیز خود طبیعیش من فرق داره، این یکی زیرش صافه، این یکی. بعد من خودم هم چون ناخودآگاه اصلا دست خودم نیست این ابرومو میبرم بالا دیگه قوز بالا قوزم میشه. بعدش میرم سراغ چیزه مداد تیره تره که اینه که مال اربن دیکیه. اینم رنگش اسمش هست دارک دریپس و از تیره فقط برای از مثلا دو سوم ابرو به بیرون استفاده میکنم. مداد تیره رو هیچ وقت توی تاج ابروتون نیارین، اونم بیرخ میشه. و اینو باز از این بالا شروع کنم خیلی اینجوری با دست سبک. اینطوری چیز کردن، هی هم شونه کنین هی نگاه کنین. این شونه کردن باعث میشه اون موهایی که مداده به هم ریخته دوباره سر جاشون قرار بگیرن، شکلشو ببینین، همین که باعث میشه که یه خورده بلندم بشه. این ابروی من نره بالا، یعنی همینجوری که اگه با دست نگهش داری بهتر وای میسته، یا همین که اون یکی هم اینه این میشد. حالا باز اون مداد روشندراری ذره برمیدارم اینجاشو یکم حالت سایه این زیرشو که این خطش یکم صافتر بشه. خب حالا این الان تا اینجاش خوبه. الان من اگر بخوام یه خود مثلا دیگه بیشتر وقت بذارم و مثلا بیشتر چیز بکنم و اینا، میتونم از اون سر پن این استفاده کنم، مثلا این قسمت تاج ابرومو خود مثلا کمک کنه به این قضیه که میخوام این تاجش صاف شه، ولی بعد خیلی مثلا موهای کوچولو کوچولو کشیده شه، میدونی اینجوری خط خط نشه. بعد دیگه باز مثلا نگاه میکنم ببینم کجاش اگه میخواد این یکی دوتا این ایجاد کردن تکسچرا و لایه های مختلفه که ابرو رو پر و قشنگ میکنه. فقط از یه چیز وقتی استفاده میکنی نمیدونم چجوری توضیح بدم، ولی خیلی انگار یهو نشون میده اون یه چیز خودشو. ولی الان مثلا این مدادا حالت سایه توی ابرو انداخته، بعد من با این پنه انگار مثلا دارم روش واقعا موهای اضافه تر میکشم. الان توی این مرحله دیگه وقت ژل زدنه که موهام اون حالتی که میخوای قرار بگیره. بعضی هستن که خیلی خوششانسن خودشون موهای ابروشون رو به بالاست، من اونجوری نیستم. من اگه مثلا بذارم ابروم در بیاد ابروم اینطوریه، برای همین باید حتما مثلا یه چیزی استفاده کنم که موهامو بالا نگه داره. این هم که گفتم مارکش سیگما، رنگ بیرنگش هست. اگر بخواین رنگیشو استفاده کنین خیلی باید کمتر توی ابروتون رو بکشین، چون اون خودش رنگیش کلی رنگ و اینا به ابرو اضافه میکنه، اصلا احتیاجی نیست که انقدر مثلا مداد و فلان و اینا بکشین. خب اینم یه بار که درش میارم ازش واسه جفت ابرو استفاده میکنم، وگرنه زیادیه. بعد شما تاج ابروتون رو به سمت بالا شونه میکنین، این قسمتشو هر چی که میرین به سمت بیرون صورت این مایل تر میشه، بعد یه خورده مایل، بعد دیگه این قسمتش کاملا افقی، بعد اینجا هم دوباره مایل. اگه خیلی خرابکاری کردین و اینا مثلا اگه زده بیرون هی از ابروتون این مدادا و
شکل بدی گرفته میتونین یه دونه برس صاف داشته باشین، یه همچین چیزی. ببینی خیلی نازک و صافه. یه خورده از کرم پودرتون یا کانسیلرتون استفاده کنین و دور ابروتون رو کامل تمیز کنین. ولی اگه این داستان خیلی اونقدر مثلا بد نیست، به نظر من این کارو نکنین، به خاطر اینکه ابروتون رو خیلی قالبی و دیگه خیلی زیادی ترتمیز میکنه. واسه بعضی از آرایشا مثلا اون حالت قشنگه، ولی واسه مثلا همیشه به نظر من اینکه یه خورده شلوغ پلوغ باشه بهتره. برای همین من اصلا به این هیچی نمیزنم، فقط با همین براش خالی نگاه میکنم، اگه ببینم جایش مثلا زده بیرون فقط سعی میکنم خود محوش کنم، مثلا پاکش کنم. خب اینم بود از ویدیوی امروز، امیدوارم خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشین. اگر دوست دارین روش های دیگه درست کردن ابرو رو هم ببینین، میتونین کامنت بذارین تا براش دوباره ویدیو درست کنم. بوس به کلتون، فعلا خدافظ.